سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدم یک مقبره خاص و تاریخی با همدیگه بریم و مقبره گودال سلطان مکی حاکم شهر مهاباد را از نزدیک ببینیم. خبر زن هی و در بشبن او رو حتیمت مقبره گودال سلطان حاکم شهر مهاباد دیگه که میجوی که پیکو ببینیم. مقبره گودال سلطان در جنوب غرب مهاباد بر روی یک تپه واقع شده. گودال سلطان یکی از سرداران عهد صفوی در زمان شاه عباس بوده که به دست ایشون مهاباد رو بنا میکنه. مقبره گودال سلطان یک سری قبر هم وجود داره، خیلی هاشون بی‌نامه نشانن. میگن که این قبرها از نوادگان یا خیشاوندان گودال سلطان بودن که اینجا دفن شدن. مقبره گودال سلطان در جنوب غرب شهر مهاباد واقع شده، یکی از آثار مهم دوره صفوی است. همونطور که میبینید مصالح اون از آجر قرمز، ملات، سنگ آهک ساخته شده. این هم آرامگاه مرحوم سلیمان خان امیری نواده گودال سلطان که نزدیک مقبره ساخته شده. گودال سلطان در اواخر حکومت شاه عباس صفوی که فرزند شیرخان هم بوده حاکمیت خودش رو به مهاباد انتقال میده و مهاباد را از یک روستای خیلی کوچیک به یک شهر بزرگ تبدیل میکنه. طبق اقداماتی که انجام میده مثل ساخت مدرسه شاه سلیمان یا مسجد سوخ، احداث پل، قنات، آب بند و توسعه کشاورزی، ایجاد کتابخونه و تمام این اقدامات رو انجام میده و شهر مهاباد رو به یک شهر خیلی بزرگ تبدیل میده. به نظرتون این سوراخ‌های روی آجر چیه؟ این سنگ‌هایی که داخل این سوراخ هست، اینا نشانی از باور مردم همین مرز و بومه. اونا اعتقاد داشتن که با گذاشتن این سنگ‌ها داخل این آجر نذر و نیازشون برآورده میشه. یکی از سنگ‌ها رو برمی‌داشتن، انقدر تراش می‌دادن تا قالب این آجر بشه. شفیع راج بیزانه چراغ دیده
الله استغفر الله توبوا استغفر الله دائم استغفر الله الله استغفر الله العبد عصمنا لدى عبد بريد بربيت الزلال. این مقبره بوداغ سلطان و این هم خود قبر بوداغ سلطان و این دوتا، یک این و این بغل، هم مربوط به سرداران بوداغ سلطان که کنارش. بوداغ سلطان فقط یک حاکم نبوده، ایشون یک انسان به تمام معنا که در فکر رفاه آسایش مردم بوده که بعد 350 سال هنوز هم در خاطر مردم عزیزه. بخشه ایره دو تو بو چو اپلیکنانه بو چیا مثلا ایره بو چیا اپلیکنانه هم بو چیا والا و اینه محراب بو او نیه محراب او جینیش بو او هر بو ای کوری ایره واده هنه او اینه امام جمعان لیا بو او بو محراب نیجوشه بوداغ سلطان در سال 1112 در جنگ ایروان همراه شاه عباس صفوی که در جنگ شرکت میکنه کشته میشه و بعدها جسدش رو از ایروان به مهابات انتقال میدن و در اینجا دفن میکنن. بعد از ایشون پسرش موسی سلطان حاکم مکریان میشه. در کنار مقبره بوداغ سلطان یک قبرستان قدیمی که روی همین تپه است وجود داره. اینجا قدیمی‌ترین قبرستانی است که بعد این قبرستان رو به قبرستان فعلیش منتقل کردن. تمامی سنگ‌های کوچیکی که می‌بینید همه‌شون یه قبر هستن. سنگ و قبر رو ببینید چقدر قدیمیه. قدیمی با سنگ قبر کاملا قدیمی که داره مشخصه که اینجا یه قبرستان قدیمی بوده.